اما مثل بسیاری از مباحث، این تصمیم پارلمان اروپا مخالفان و موافقانی داره. برای گفتگو در این باره علم صالح، استادیار مطالعات ایران خاورمیانه شناسی در دانشگاه ملی استرالیا از لیما پایتخت پرو با ماست، و همچنین بیژن کیان قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ از اورنج کانتی کالیفرنیا به ما پیوسته. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. آقای صالح، ابتدا از شما شروع بکنیم و بشنویم دلایل مخالفتتون با این قطعنامه. به نظر من این قطعنامه امریست نمادین که هیچ مزیتی نه فقط برای غرب نخواهد داشت، بلکه میتونه عواقبی خواهد داشت. در ضمن هیچ ضربه‌ای و تضعیفی برای سپاه نیز به بار نخواهد آورد. سپاه از 2010 تحت تحریم‌های اروپایی قرار گرفته، از 2018 عربستان و بحرین اونو تروریستی نامیدن، 2019 آمریکا تروریستی نامید. اساساً ایران تحت تحریم‌های فشار حداکثری است، یعنی تمامیت ایران تحت تحریم ها هست، و سپاه نیز به طور خاص کشورهای زیادی هستند که اون رو تروریستی یا تحریم کردن. به همین خاطر که چیز جدیدی، فشار جدیدی به سپاه وارد نخواهد آورد. اما سه مانع رو در بر خواهد داشت. اول اینکه غرب مدعی است که با مذاکره میخواد مشکلات برجامی رو با ایران حل کنه. مطمئنا در لیست تروریستی قرار دادن سپاه امری نیست که در مباحث دیپلماتیک بتونه کمک کنه. ما دیدیم که چگونه در لیست تروریستی قرار دادنش به دست آمریکا موانع ایجاد کرد. نکته دوم اینه که اگر اروپا سپاه رو تروریستی بنامه، مطمئناً تهران هم نیروهای نظامی اروپایی رو در منطقه خلیج فارس رو هم تروریستی خواهد بود و منجر به تنش بالایش خواهد شد در منطقه، و این ضرورتا مفید نخواهد بود. نکته سوم اینه که این امر تقویت میکنه بیش از پیش موقعیت سپاه رو در مسائل داخلی، در مقوله های سیاسی، امنیتی، اقتصادی. مطمئنا جایگاهش رو تقویت میکنه و باعث میشه که جریان های فکری دیگه مثل اصلاح طلب ها فضایی برای گفتمان سیاسی پیدا نکنند در آینده. آقای کیان، آقای صالح معتقدند که این قطعنامه هیچ ضربه‌ای به سپاه نخواهد زد. بله، من فکر میکنم که اگر نماینده خود سپاه پاسداران هم قرار بود که بیاید و بگوید که ما هستیم و قوی هستیم و به ما اگر دست بذارید همه چیز برو میریزد، بدتر میشود، جنگ میشود، اینن صحبت‌های این مهمان محترم شما رو تکرار می‌کردن. البته من مطمئنم که ایشان بی‌طرفانه و از یک زاویه کاملاً فنی تحلیل می‌کنن، ولی تحلیل ایشان یک طرفه است. ایشان چه می‌گویند؟ می‌گویند که بگذاریم که سپاه، یعنی اصلا سوال اینجاست به نظر مهمان محترم، آیا سپاه کار تروریستی انجام می‌دهد یا نمی‌دهد؟ حالا قرار دادن سپاه به عنوان یک نهاد حامی تروریسم آیا کار درستی است و آیا هزینه های این کار از منفعتش بیشتر هست یا نه؟ خب ما میتونیم راجع به این صحبت بکنیم. تصویری که مهمان محترم از سپاه ارائه میدن تصویر غیر واقعی است. هیچ نیروی قهریه‌ای تا ابد نمیتواند با اتکا به سرنیزه به مردمی حکومت کند. بنابراین این فرضیه ناقصی است. یک طرفه مسئله رو فقط بررسی میکنه، نیروی مردم رو ندیده میگیره، فقط در اینجا معادله رو بین دولت ها میگذاره، در حالی که امروز دیدیم که نیروی مردم موثره. خب معلومه مردم در مقابل یک نیروی قهریه بسیار بیرحم که به هیچ اصول انسانی معتقد نیست قرار گرفتن. و بله، میشه گفت که این نیروی قهریه در حال حاضر نیروی برتر رو داره، ولی اینکه ما رو تعمیم بدیم که نه این کار ضرر داره، چون اولا که مذاکرات رو به تعویق میندازه. مذاکرات با چه نتیجه ای؟ این مذاکرات که از سال 1995 با اولین تحریم های دولت جمهوری اسلامی شروع شده ادامه داره و شدت گرفته و در مدت کوتاهی لغو شده، و ما دیدیم که تحریم ها وقتی کم میشه چه اتفاقی میفته، فقط فساد نهادینه شده بالا میره. نه، با تحلیل مهمان محترم به هیچ عنوان از زاویه منطق نمیشود موافقت کرد. ولی خب مثلا اگه آقای دکتر مرندی هم از خود تهران صحبت میکردن با مهمان محترم شما
حتما همگده بودند. به باور من این تحلیل که سپاه هست و قوی و بهتره که شما بنشینید و مذاکره کنید و اگر مذاکره نکنید سپاه شما رو تروریست اعلام میکند، این صحبتی است که آقای سلامی هم آقای صالح اگه آقای کیان بشنوید صحبت آقای صالح رو، شنیدین صحبت آقای کیان رو، معتقدید که چنین قدنامه ضربه به سپاه نمیزنه؟ اما اگر ضربه به سپاه نمیزنه، چرا ما دیروز شنیدیم که نمایندگان مجلس داشتن خط و نشان میکردن، تهدید میکردن که اگر که سپاه تحریم بشه چنان و چنان خواهیم کرد؟ من قبل از این بگم که تنها مرجع قانونی برای تعیین درست و غلط بودن در روابط بین الملل سازمان ملل باید باشه. اگر هر کشوری بخواد هر کسی رو که خود دوست نداشته باشه رو تروریست بنامه، خب ما با یک جهان بسیار پرآشوبی مواجه میشیم که عواقب خوبی نخواهد داشت، عواقب اون جنگ افروزی خواهد. همونجور که دیدیم آمریکا و انگلیس به دروغ در سال 2002-2003 با تروریست نامیدن رژیم بعث صدام و بهانه کشتارهای جمعی، سلاحهای کشتار جمعی که داشته آقای صالح، سازوکار سازمان ملل به هر حال اشکال داره و روسیه حق وتو داره در سازمان ملل و میدونیم که به هر حال خود روسیه هم سردم داره، رعایت حقوق بشر نیست، هرگز چنین اتفاقی در سازمان ملل نخواهد افتاد. بله درسته، آمریکا و انگلیس و فرانسه هم حق وتو دارن، ولی با این حال ما دیدیم که جرایم جنگی که در عراق و در افغانستان و در سوریه مرتکب شدن هیچ وقت پاسخگو براش نبودن. ما داریم با این اتفاقی که داره میفته، دو بهانه داشتن برای حمله به عراق، یکی تروریست بودن ارتباط، یکی سلاحهای کشتار جمعی، که هر دو دروغ بود. هر دو دروغ بود و هر دوی اینها رو دارن به عنوان یک پروژه جنگ کلید زدن در مورد ایران. هم تروریستی بودن. پیشنهادتون چی آقای صالح؟ به هر حال همطور که شنیدیم از آقای کیان، آقای کیان معتقدن که سپاه یک گروه تروریستی، اقدام تروریستی میکنه در منطقه، ضمن اینکه ما شاهدیم که نزدیک به 500 معترض صلح جو رو در واقع کشته، نزدیک به 20,000 نفر در زندان‌هاش هستن توسط همین سپاهی که برها شما فکر میکنید که نباید همیشه. پیشنهاد شما چیه؟ ببینید این کارهای نمادین که حرکت های سیاسی، این خود بزرگبینی غرب که تعیین کننده درست و غلط در همه جای دنیاست، باید تغییر پیدا کنه. باید یک گفتمان، یک مذاکره از راه های دیپلماتیک برای ایجاد یک تفاهم، برای ایجاد حس اعتماد نسبی بین دو طرف که به شدت به طور تاریخی ضربه خورده رو تا حدود زیادی برطرف کنن. و مطمئنا این حرکات نمادین نه برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر و نه برای بهبود بخشیدن وضع اقتصادی مردم ایرانه. مطمئنا اگر استراسبورگ براش اهمیت داشت، تلاش میکرد تحریم ها رو رفع کنه و نه اینکه سپاه رو بیاره در لیست تروریستی بذاره و بهش قدرت بیشتری ببخشه برای توسعه و اعمال قدرت خودش در برعلیه مردم. صحیح. آقای کیان، آقای صالح معتقدن که راهش رفع تحریم هاست نه تحریم. بله، من فکر میکنم همطور که قبلا هم اشاره کردم، اولا که اجماع جهانی امروز در مقابل این تئوری هایی که مهمان محترم شما عنوان میکنن ایستاده و ایشان صدای بسیار تنهایی هستند به عنوان یک تحلیلگر و از منظر یک محقق اکادمیک. اشکال دیگری که با تحلیل مهمان محترم میبینم این است که همطور که شما از ایشان سوال کردید، وقتی خودشان را در مواجهه با منطقی که اصلا ربطی به اجماع جهانی هم نداره، من از ایشان میپرسم با نهادی که امروز یک اونیفورم به تن میکنه ولی در حقیقت انضباط نظامی لازم رو برای یک نیروی قهریه نداره و هیچ حد و مرزی نمیشناسه و عملیات تروریستی انجام میده، بنا به تعریف آکادمیک ترور انجام میده، با این باید چه کرد؟ مهمان محترم میگویند مدارا کنید، مذاکره کنید، که البته هیچ شخصیت حرفه‌ای دیپلماسی رو کنار نمیگذاره. ولی ببینید 40 سال است، 40 سال است که این رقص دیپلماتیک هر وقت که آمده به جایی برسد، جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی نمیخواهد. چرا؟ چون فساد نهادینه شده رو شما وقتی که امروز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نهاد تروریستی اعلام بکنید،
در حقیقت با فساد نهادینه شده دارید نبرد میکنید که عامل اصلی بیکفایتی مدیریت اقتصادی و همه پیامدهای دیگه‌ای که داشته. امروز چرا بایستی یک جوان ایرانی امنیت نداشته باشه وقتی اعتراض میکنه به دولت بیکفایت و دزد و قاتل خودش؟ نه، من فکر میکنم معمار محترم فقط نیمی از حقیقت رو عنوان میکنن و به همین دلیل در اجماع عمومی ایشان بسیار تنها هستند با این تفکر. آقای صالح، جنبندی شما رو در 30 ثانیه بشن. من سوالم اینه که اصلا چه نتیجه‌ای خواهد داشت در لیست تروریستی قرار دادن؟ مگر تا به حال تمام تحریم‌ها و در لیست‌ها قرار دادن همه ارگان‌های ایرانی نتیجه‌ای داده؟ آیا توانسته رفتار سیاسی ایران رو در منطقه تغییر بده؟ مطمئناً به این امر ما نرسیدیم. به همین خاطر که این کار میتونه فقط عواقبی داشته باشه برای بالا بردن تنش بین ایران و غرب در منطقه، برای موانعی ایجاد کردن در مذاکرات دیپلماتیک برجامی. شما معتقدید که بی‌نتیجه است؟ بله. آقای کیان، جنبندیتون در 30 ثانیه. جنبندی من این هستش که باز هم نقص تحلیلی در اینجا هستش که ببینید، همونطور که شما گفتید، اگر تحریم ها اثری ندارند، پس چرا تمام همت و تلاش جمهوری اسلامی در برداشتن تحریم هاست؟ ببینید یه جای این منطق میلنگه، این به نعل و به میخ زدن ما رو به جایی نرسونده. ما بایستی این قاطعیت و شجاعت سیاسی رو داشته باشیم که واقعیت ها رو ببینیم و از اینکه دنبال ایدئال ها بریم. در هر دو طرف مهمان محترم دنبال یک ایدئال هستند که شما بسازید، صحبت کنید. فقط با صحبت کردن نه، شما فساد نهادینه شده در اونجا دارید که دکان فساد رو تخته میکنه با این کار. بنابراین خیلی روشنه وقتی شما سپاه رو قرار دادید آیا فساد رو رفع میکنه، جمهوری اسلامی رو سپاسگزارم. متاسفانه فرصتمون تمام شده. متشکرم از هر دوی شما، بیژن کیان و علم صالح.